موشک به هلیکوپتر خمینی در بهمن 57. شورش 57 اینگونه شکست می‌خورد. 12 بهمن 1357 روح الله خمینی نخستین رهبر جمهوری اسلامی ایران از پاریس به تهران سفر کرد تا شرایط را برای پایه‌گذاری حکومت استبدادی مذهبی خود فراهم کند. خمینی سیستمی را پایه‌گذاری کرد که 42 سال است صلح و ثبات در خاورمیانه را از بین برده و باعث شده است که ایران چه در منطقه و چه در جهان در انزوای سیاسی باشد و توان نظامی و اقتصادیش به شدت تضعیف شود. اتفاقی که برای شما نقل می‌کنیم برای اولین بار است که مطرح می‌شود. انفجار هلیکوپتر خمینی در بهمن 57 قبل از ورود به بهشت زهرا. به کیوسک خوش آمدید. خمینی همراه حدود 50 نفر با پرواز شماره 4721 شرکت هواپیمایی ایر فرانس از پاریس به تهران آمد. بوینگ 747-128 حامل او که گروهی از بازاریان ملی مذهبی به مبلغ 160 هزار دلار چارتر کرده بودند، در ساعت 9:37 دقیقه صبح به وقت محلی به زمین نشست. دقایقی پس از آن روح الله خمینی از هواپیما خارج شد و تحت حفاظت تیمی از دژبانی نیروهای هوایی شاهنشاهی به فرماندهی سرتیپ فرجی فر به بهشت زهرا رفت. او پس از سخنرانی در آنجا با یک فروند هلیکوپتر بل 214C نیروی هوایی شاهنشاهی از بهشت زهرا به تهران پرواز کرد. این هلیکوپتر نزدیک ما. برادران و خواهران اجازه بدید جای هلیکوپتر رو خالی کنید. برادران و خواهران جای هلیکوپتر رو خالی کنید. برادران و خواهران جای هلیکوپتر رو خالی کنید. همه بنشینید. همه بنشینید. برادران سر جای خود بنشینید. لطفاً برادران، برادران و خواهران به جای خود بنشینند. هیچ کس از جای خود بر نخیزد. هر کس سر جای خودش بشینه. غیر از عکاسان که مجبورند بایستن، اگر همونها هم امکان داشت بنشینند که نظم رو ما بتونیم بشینند. انتظار از آقایان و خانمان دیگر به پایان میرسد. موقعی که آقا روی جایگاه تشریف آوردن مأمورین انتظامات هم می‌نشینن، بعد همه آقا رو خواهند دید. درود بر محمد. الله اکبر. این صدایی است که
در بهشت زهرا و در تمامی سرزمین وسیع من تنین انداز است. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. آیت الله العظما امام خمینی است، رهبر جنبش ملت ایران. نیروی هوایی شاهنشاهی نه تنها با روح الله خمینی مقابله نکرد، بلکه تسلیحاتی هم برای جابجایی او پس از ورود به ایران فراهم کرد. اقدامی که تحت فرمان و نظارت مستقیم سپهبد امیر حسین ربیعی، فرمانده وقت نیروی هوایی شاهنشاهی صورت گرفت. ربیعی همچون دیگر فرماندهان نیروهای سگانه ارتش شاهنشاهی، به علت خروج آخرین پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی و دریافت نکردن هر گونه فرمان از او برای مقاومت در برابر انقلابیون، از خود نرمش نشان داد. فرماندهان ارتش شاهنشاهی تحت نظارت ارتش بود عباس قره‌باغی، رئیس ستاد مشترک ارتش، با مشورت ژنرال رابرت هایزر، فرستاده نظامی دولت ایالات متحده آمریکا در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر، تصمیم گرفتند با سران انقلاب اسلامی مدارا کنند. در 43 سال اخیر نه تنها سران رژیم جمهوری اسلامی ایران، بلکه فرماندهان دست نشانده نیروی هوایی ارتش نیز همواره نقش امیر حسین ربیعی در ممانعت نکردن از ورود روح الله خمینی به تهران را پنهان و جابجایی نخستین رهبر جمهوری اسلامی با استفاده از یک فروند هلیکوپتر نیروی هوایی شاهنشاهی در روز 12 بهمن 1357 را اقدام خودجوش افسران انقلابی اعلام کردند. در این گزارش به دروغ‌هایی که خدمه این هلیکوپتر در این زمینه بیان کرده اند می‌پردازیم و دلایل این تصمیم ربیعی برای واگذاری هلیکوپتر به منظور جابجایی روح الله خمینی را بررسی می‌کنیم. پیش از خروج محمد رضا شاه پهلوی از ایران، فرماندهان ارتش شاهنشاهی به دلیل بیمیلی او برای سرکوب انقلاب در ستاد بزرگ ارتش تاران جلسه ترتیب دادند و برای اجرای یک کودتای نظامی به منظور به دست گرفتن کنترل کشور و ممانعت از تسلط انقلابیون برنامه ریزی کردند. در این جلسه ژنرال رابرت هایزر، فرستاده نظامی دولت جیمی کارتر نیز حاضر بود. او با این فرماندهان صحبت کرد و توانست آنها را از این اقدام منصرف کند. به پیشنهاد دولت آمریکا، ارتش بود قره‌باغی، رئیس ستاد بزرگ ارتش تاران، مذاکرات مخفیانه ای را با رهبران انقلابیون در پاریس آغاز کرد و در نهایت به آنها تضمین داد که در صورت ورودشان به ایران خطری روح الله خمینی را تهدید نکند. سپهبد امیر حسین ربیعی نیز به تبعیت از ارتش بود قره‌باغی نه تنها مانع از ورود خمینی نشد، بلکه برای جابجایی او در سطح شهر تهران تسهیلاتی هم فراهم کرد. او ضمن اختصاص تیمی از دژبان‌های نیروی هوایی شاهنشاهی برای تأمین امنیت روح الله خمینی در فرودگاه مهرآباد دستور داد تا گردان 11 جستجو و نجات نیروی هوایی شاهنشاهی در پایگاه یکم مستقل ترابری یکی از هلیکوپترهای بل 214C خود را برای انتقال روح الله خمینی از بهشت زهرا به تهران اختصاص دهد. بیوک سیدین میانه‌ای، 46 ساله، فرمانده گردان 11 جستجو و نجات، تصمیم گرفت مأموریت جابجایی روح الله خمینی با هلیکوپتر شماره 49440 را خود شخصا انجام دهد. نام کمک خلبان این پرواز صدفان جلالی و نام مهندس پرواز هلیکوپتر صدفان مجید دشتبان ابراهیمی بود. بیوک سیدین و مجید دشتبان در سالهای پس از این واقعه همواره جابجایی خمینی را به بهشت زهرا اتفاقی خودجوش معرفی و ادعا کردند که این کار بدون هماهنگی با فرماندهان نیروی هوایی صورت گرفته بود. بیوک سیدین در نتیجه جابجایی روح الله خمینی پس از بازنشستگی با درجه سرهنگی از نیروی هوایی شاهنشاهی در سالهای دهه 1360 به سازمان خدمات هلیکوپتری ایران ساخه راه یافت و در این سازمان پست‌های مدیریتی گرفت. روابط عمومی نیروی هوایی ارتش وابسته به سازمان عقیدتی سیاسی ارتش همواره داستانی جعلی از این واقعه را به نقل از سیدین بیان کرده تا انتقال خمینی با هلیکوپتر نیروی هوایی شاهنشاهی را نه نتیجه تصمیم فرماندهان این نیرو که تصمیم شخصی این فرد نشان دهد. این خاطره به شرح زیر است.
آن روز برای من بسیار خاطره انگیز و به یاد ماندنی است که اکنون با گذشت 30 اندی سال هیچ از حلاوت و شیرینی آن کاسته نشده است. وقتی به عظمت آن روز تاریخی فکر می کنم، موضوع برای خود من تعجب برانگیزتر می شود. چگونه توانستم بدون کمترین حادثه ای از دریای مواج انسانی هلیکوپتر حامل امام را جابجا کنم؟ این رویداد را جز در سایه توکل به قادر مطلق و انفاس قدسی حضرت امام چیز دیگری نمی بینم. روز عجیبی بود. شب قبل به طور محرمانه پیامی را از یکی از عوامل کمیته استقبال حضرت امام دریافت کردم، مبنی بر اینکه در جابجایی این حضرت از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا و بالعکس همکاری کنم. این پیام به جانم آتش زد. تا صبح نخوابیدم و مدام به این پیام فکر می‌کردم. به هر حال مسئولیت یگان هلیکوپتر با من بود و من تنها کسی بودم که می‌توانستم در رد یا قبول آن تصمیم بگیرم. بنابراین باید کاری می کردم. چند بار تصمیم گرفتم موضوع را با رده های بالاتر در میان بگذارم، اما هر بار قصد انجام این کار را می کردم از تصمیم خود منصرف می شدم. صبح روز 12 بهمن 1357 وقتی به محل کارم در گردان هلیکوپتر آمدم، حال عجیبی داشتم. به قرار اطلاع کلیه پروازها در آن روز لغو شده بود و هیچ پرنده اجازه برخاستن نداشت. در حالی که با خود کلنجار می رفتم و هنوز برای برخاستن تصمیم قطعی نگرفته بودم، یکی یکی همکاران پروازیم به گردان وارد می شدند و حامل خبرهای مهمی بودند. یکی از آنها می گفت از میدان شهیاد تا پایگاه یکم شکاری که در صورت عادی تنها 5 دقیقه طول می کشد، 1 ساعت در ترافیک مانده است. دیگری می گفت ازدحام جمعیت در میدان شهیاد به حدی بوده که دیگر جای سوزن انداختن نبوده است. هر یک از این کلمات همچون پتکی بر مغزم میکوبید. چگونه میتوانستم بنشینم و نظاره‌گر این موارد باشم؟ به یک باره به خودم نهیب زدم، بر خدا توکل کردم و تصمیمم را گرفتم. میدانستم دست به چه کار بزرگی زدم و از عواقب آن هم کاملا مطلع بودم. هلیکوپتر 494 40 دقایقی پس از برخاستن از مهرآباد بر فراز کاروان حامل روح الله خمینی از میدان شهیاد تا شاهرضا انقلاب اسلامی کنونی پرواز کرد و پس از آن به قطعه 17 بهشت زهرا رفت و پس از پایان سخنرانی خمینی او را به تهران منتقل کرد. با توافق هیئت همراه او این هلیکوپتر در محوطه بیمارستان 1000 تخت خوابی تهران فرود آمد. سرنشینان این هلیکوپتر علاوه بر روح الله خمینی، احمد پسر کوچک او و 2 نفر دیگر بودند. ارتشبد حسن طوفانیان در خاطراتش درباره حمل روح الله خمینی با هلیکوپتر بلد 214C نیروی هوایی شاهنشاهی میگوید اینها خیلی بد کردند. من به ربیعی خدا بیامرز گفتم وقتی که هلیکوپتر بلند شد نتوانست آنجا بنشیند. اصلا گفتم بزنید طیاره را، طوری نمیشود. میزدند این طیاره را، شر میافتاد. باید میزدند. خب نزدند. به بدرهی گفتم با توپ بزنید. ببینید یک وقت هست 2 طرف با هم با منطق صحبت می کنند. باید با منطق صحبت کرد. اما وقتی که یکی گردن کلفتی می کند، باید جلوی گردن کلفتی کرد. بوی گلاب فضای بهشت زهرا را پر کرده است. مردم به سر و روی یکدیگر گلاب می پاشند، به محمد درود می فرستند و خدای بزرگ را ستایش می کنند. و این جدا از
جمعیت انبوهی است که در مسیر حرکت حضرت آیت الله العظمی خمینی از بامداد امروز از سپیده دمان مستقر شده بودند. این مردم شاعر، آنها که از دورترین نقاط ایران برای زیارت حضرت آیت الله به تهران آمدند و در بهشت زهرا شبها و روزها را گذرانده بودند به زیارت رهبر بزرگ انقلاب ایران نائل آمدند. این احساسات غیر قابل کنترل می باشد. من از میان آزادگان خفته در خاک از کنار آرامگاه ابدی شهیدان با شما صحبت می کنم. اینجا بهشت زهراست، اینجا بهشت زهراست، اینجا مردان و زنانی در خاک خفتند که خونشان لاله های آزادی ایران را رویان. اینجا بهشت زهراست. چند روز پس از ورود روح الله خمینی به تهران، گروهی از همافران و درجه داران نیروی هوایی شاهنشاهی ملبس به یونیفرم افسران نیرو در مراسمی در مدرسه رفاه مقابل روح الله خمینی ایستادند و به او سلام نظامی دادند و بیعت خود را با او اعلام کردند. رسانه‌های داخلی و خارجی بی بی سی از تصاویر و اخبار منعکس شده این مراسم در راستای عملیات روانی به منظور شکستن روحیه کارکنان نیروهای سه‌گانه ارتش استفاده کردند. در نتیجه این امر بسیاری از کارکنان نیروی هوایی شاهنشاهی روحیه خود را باختند و در نهایت فرماندهان نیروهای سه‌گانه ارتش شاهنشاهی ایران در روز 21 بهمن بیانیه‌ای مبنی بر بی‌طرفی ارتش را امضا کردند. یک روز پس از آن انقلابیون بسیاری از فرماندهان نیروهای سه‌گانه ارتش شاهنشاهی را بازداشت و پس از چند ماه زندان اعدام کردند. از این میان میتوان به سپهبد امیر حسین ربیعی، آخرین فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی، اشاره کرد که به دستور روح الله خمینی در تاریخ 21 فروردین 1358 به همراه شماری دیگر از فرماندهان و شخصیت‌های مهم سیاسی حکومت پهلوی در زندان قصر تیرباران شد. در اوایل بهمن 1357، شخصیت‌های ملی مذهبی طرف مذاکره با دولت شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت شاهنشاهی پهلوی، او را از قصد خود برای فرستادن روح الله خمینی به تهران مطلع کردند. شاپور بختیار اگرچه به حضور این رهبر مذهبی افراطگرا در تهران تمایلی نداشت، در نهایت زیر فشارهای بین‌المللی به خصوص از طرف دولت ایالات متحده آمریکا پذیرفت که اجازه دهد خمینی از پاریس به تهران سفر کند. از میان فرماندهان ارتش شاهنشاهی ایران کسانی چون ارتشبد حسن طوفانیان، رئیس دفتر سابق خریدهای نظامی ایران و جانشین سابق وزارت جنگ و همچنین سرتیپ آیت محققی، فرمانده وقت پایگاه یکم شکاری تاکتیکی نیروی هوایی شاهنشاهی، به حذف فیزیکی روح الله خمینی برای برچیدن خطر پیروزی شورشیان و انقلابیون در نتیجه سرنگونی حکومت شاهنشاهی تمایل داشتند. اما در مقابل کسانی که طرفدار کشتن روح الله خمینی بودند، شاپور بختیار قرار داشت. او معتقد بود به قتل رسیدن روح الله خمینی شرایط را برای تشدید شرایط امنیتی در ایران فراهم می‌کرد، زیرا عموم جامعه این رهبر مذهبی را فردی مقدس می‌پنداشتند و در نتیجه کشتن او می‌توانست شرایط را برای تداعی مرگ امامان شیعه نزد مردم فراهم کند، امری که به رادیکالیزه شدن بیش از پیش جامعه عمدتاً اسلامگرای ایرانی کمک می‌کرد و می‌توانست عواقبی چون جنگ داخلی و تشدید فعالیت‌ها و اقدام‌های تروریستی به همراه داشته باشد. اقدام‌هایی از جنس به آتش کشیدن سینما رکس آبادان و سوزاندن صدها نفر به دست هواداران روح الله خمینی.